خوش اومدید به قسمت جدید دراپ. چطور بچه خوش اومدید به چنل سان ویروس. امروز با هم دیگه میخوایم ببینیم اخبار، یه سری اخبار داریم یه سری حواشی هم داریم. حواشی ها رو بهتون بگم راجع به چیه. حواشی یه دعوای ریزی بین مهاجم و شاهقیامه، بقیهش تقریبا اخباریه که میخوام بهتون بگم. یه حواشی ریز دیگه هم هست این وسط مسط که خاطرم نیست، ولی الان میریم با هم دیگه میبینیم. فکر میکنم اونم چیز جالبی بود. خب صحبت اضافه نه، کاری نداریم، بریم بدون معطلی ببینیم چه اتفاقاتی توی این هفته مارکت رپ دری افتاده. بریم برمیگردیم. خب اول به اخبارها میپردازیم عشقی ها، بعد میرسیم به حواشی که مصطفی میری صحبتی یه استوری برای افروز و شاقیام زد، از اون و شاقیام اومد یه تیکهی به مصطفی میری و مهاجم و اینا انداخت، مهاجم هم یه فریستال برای در واقع شاقیام رفت. بریم اول اخبار رو چک بکنیم. اخبار از چه قراره؟ اخبار اینجوریه که زرتشت اومده ایران. من خیلی دوست داشتم تهران میبودم و فکر میکنم دوباره امیر اونجا اگر باشه میتونه یه کانتنت خیلی خوب براتون بسازه با زرتشت، من فکر میکنم. اما خودم کاش اونور بودم، تهران بودم و میتونستیم با زرتشت ویدیوی داشته باشیم. زرتشت اومده ایران، یه ویدیو ازش ببینیم که اگه دوست دارید ببینیدش این ویدیو برای شماست. بریم نگاه بکنیم. از اونور راهول هم رفته، مصطفی میری هم داشته میرفته. ببینیم. اول از همه سلام برسه بچه ها، من خیلی خسته هستم ولی بازم ببینم خیلی از استاد دایرکت میدن، محبت دارن، عزیز دل هستیم، میگین که ببینیم زرتشت کجایی، ببینیم ات. خیلی دوست دارم که میتینگ بگذارم هم در قم هم در تهران، بچه‌ای که هستن هم دیگه رو ببینیم. اگه اعلام حضور بکنیم که چند نفریم که یک میتینگ هم آهنگ میکنم هم در قم هم در تهران. شما محبت دارین به ما این همه سال است و هم وظیفه میبینم که با هم یک دیدار داشته باشیم با همتون. مرسی بکن. خب زرتشت اگه میخوایم باش دیدار داشته باشیم بچه تهران یا قم هستین حتما به زرتشت بگین. از اون طرف راهول رو داریم که رفت استرالیا، اگه اشتباه نکنم یه استوری هم از راهول ببینیم که اونجا از جاده استرالیا گذاشته. و از طرفی استوری مصطفی میری که استوری واقعا عجیب غریبی بود که نوشت که دوستان من لب مرز هستم، اگه طبق هر شرایطی نتونستم در خدمتتون باشم حلالم کنید، تو فردا شب تکلیفم روشن میشه، مخلص همگی. حالا من نمیدونم لب مرز کجا و مصطفی میری داره کجا میره. به هر حال زندگی تو ایران هم خیلی سخت شده و همه دیگه همه دارن میرن و استوری زد ولی مصطفی میری اتفاقی نیفتاد، خدا رو شکر براش استوری زد. حالا این بود اخباری که حالا خیلی اتفاقی نیفتاد، اخباری بود از مهاجرت ها و در واقع سفر زرتشت به ایران. از اونور یهو یه دری رپ فان، اگه اشتباه نکنم دری فان رپه، یه اینستاگرام خیلی باحاله، پسته باحال و خنده داری میذاره، یه استوری میزنه و اونو شاقیام هم اد استوری میکنه. دری فان لول LOL مهاجم شاقیام، اینو شاقیام میاد استوری میزنه میخنده که به این استوری مهاجم واکنش نشون میده. حالا ببینیم واکنش مهاجم چی بوده. اول مهاجم استوری میزنه میگه که چیه، باز میخوای ترک بدی؟ بچی یه ذره زوم کنم نمیبینم چی میگه. باز میخوای ترک بدی؟ به چیز ما خود بند میکنی؟ میگه به چیز ما خودتو مثلا میچسبونی؟ بازدید اومده پایین، غار قیام. اینو مهاجم استوری میزنه، از اون ور یه فریستایل هم مهاجم براش میره، بعد وایس های شاخیام رو داریم. بریم ببینیم. غار شورت خودش می آیم و پشت پل نقدم برک نکس نگو ندارم برید وقتی افتخار کد دستید کدم سیاه بودک بختی خواهم آل جایش جهنم از کن لقید شرط رد. خب این فریسالو مهاجم میره و از اون ور شاقی ها میاد یه چند تا وایس تو تلگرامش برای مهاجم میذاره. گوش بدیم ما هم دیگه ببینیم چی میگه شاقیام. یو یو آزو به عالی متعالی. یو ساعت 8 صبح داره میشه و سمت ما که صبح، سمت شما عصر شب هرچی از خالصه. سلام برسه به همتون و این که بذار تلگرام دیگه هرکی اینجا ویترین نذاریم، شه استفاده ازش کنیم.
اصلا بعضی خال زنک بازی نکنیم بریم بشینیم یه ساعت داستان تو اینستاگرام بدیم و کوس شعر و هرچی از درنامه در اومد علکی همینجوری تف بدیم. چهار یه سوال هم ما و قضاوت با بقیه، ده تا کار تو دیس مومه. خب حالا تو بگو ما دنبال بازی دیم یا تو؟ چونی تو دنبال جلو توجه 24 ساعت و خایمالی هم که معلومه که خایماله کشد از چپ پرست خایمالی هر کیلو میکنی باش کار میبندی با کسایی هم کار میبندی که کونتر خواهده فهمیدی؟ و اصلا دومش هم ما بیفی با تو نداشیم تو الان هرچی بوده تو داشتی به کیر ما دندون میزدی که مثلا جوابی بگیری میدونی؟ و جوابی هم که گرفتی دیگه تجاوز مستقیم بود بیفو نمیدونم پنج بازی و چه بدونم قدرت نمایی با تو نکردیم تو الان. اگه دنبال قدرت نمایی توصیه من اینه که بری دوباره کارهای میا خلیفه و یک و دو شد یه مافیا و یه همچی کارها رو گوش کنی دوباره، بعد بشینی پیش خود فکر کنی یا یعنی خود با هم پنج بازی کنه اکشون میکنه من همه چی میگم یه انقدر کسشر تف نده به مردم. چونه تو چی تو ما ببینیم مثلا تو چی تو خودت میبینی که ما بشینی دنبال بازی در تو باشیم فهمیدی؟ و در آخر هم که منتظرت دیگه دادم پایین بشینی بخوریش. اوکی وایسا ادامه داره گوش رو کن. فهمیدی خلاصه ما اینجا تک خودمون پروژه دمه دستمون کار داریم، خودمون اندازه کافی کار داریم که بشینی کارها رو بدیم بیرون. یعنی دیگه ما اونقدر کسخل شدیم به چه روزی بیافتیم که ما بشینیم مثلا لنگ بازیت باشیم به تو تیکه بندازیم و نمیدونم از تو بخواییم بازیت بگیریم. جواب تو خود از کین مردم بازیت میگیریم فهمیدی؟ ما هیچ وقت کسخل نیستم بیام بشینم مثلا نهایت پنج تو اینه که مثلا قیام نمیدونم نشستم سر چهارپایه قیام گرفت اخوایه کسخل. من کجا اینو بیام جواب بدم به تو؟ اینو چی میگم؟ گونده ها تو من توی مارکت گرفتن گایدن دیگه زبونشون رو بستن نتونستن جوابی بدن و توی علف بچه اومدی اینجا نمیدونم ششم سر چهار پایه گونده ها فکرم ازش زرتشت و مثلا مصطفی میری باش قیام گرفت اخوایه و کسخل پانچات خود خندت نمیگیره من بشینم جواب این چهار پایه مای پایه تو بدم کسخل. خدای من خدا خندم میگیره اصلا. بعد با چه روی اومدی نمیدونم بیف میخوای بکنی؟ چونه یک کسی بیف میکنه که تو خودش چه ببینی یک قدرت قلمی داشته باشه، نه که مثل تو اینه بیایی بشینی چهار پایه بگی یا فلان کنی یا دلقکوزی کنی کنن در این دلقکو میایی دیس میدی. یه بار دیس دادی، ده بار دیس دادی، ما چیزی نگفتیم، گفتیم برو شاید چی میگم بهش خودش بفهمه که آقا این نمیخواد با ما بیفی کنه چون حتما منو در حد خودش نمیبینه. و اگه کسی یکی ببین یکی که به یکی میخواد دیس بده با یکی میخواد وارد بیف بشه تو خودش چی میبینه و یه قدرت قلمی میندازه وسط. چی بود اون دیسی که دادی تو؟ ما تو الان اصلا کلا هر موقع به قول یارو گفتنی بخوایم احسال بشیم و چه بدونم فازمون دب باشه مثلا یه دفعه بگیم ببینیم بخندیم کارتو پلی میکنه میگیریم میخندیم فهمیدی؟ برای کی؟ خب ادامه داره ویسا ادامه داره ادامه بدیم ادامه بدیم. خلاصه که هی خدا چی بگیم به این آدم یه با ضعیف ها بیف برامه چال نمیده ای از و آدم هاست که هرچقه بگاهی شما اصلاح نمیشه جمع شما جمع خواهیم الله هست در دست تو میری آویزان دست مال نمیشه قلم اون گانه مصطفی میری اینجا تیکه انداخوش قلم اون گانه فلوهای مرمیه یکی گردن بگیره یک گرگیره نیم متر قدش اکتاش سنجیده یکی از برق بگیشه یک جرگیره برو بچش بگم اصلا فل بدوهای ما صد برابر تو میرزاجی خوب بود خلاصه نوش جانت دیگه. خب اینجا فریستا رفت مهاجم اینجا من شاقی من این فریستای زد خوب بود ایوه این فل بدوهر هم کلاسه حرامت کردیم و دیگه برو بشی دخوانه خلاصه با هرکی خود رو بند نکو هر موقع رسیدی درد دیودیم و موقع شاید
قدرت نمایی با تو کردم. خب وایس ادامه فکر میکنم فکر کنم یه وایس دیگه بود. آره فکر کنم یه وایس دیگه. خلاصه که همه تونه شمنید، دمتون گرد که تا اینجا بودید، امامت کردید و یه ایمه بعد کارهای خفنی تو رو گوشه ها رو چت کنید و منتظر باشید دیگه. و این مگسور هم دیگه بگید برم وقت ما رو نگیرم، هیچ کدومشون به ما نمیخورم. همه شون سکتولو این شرک هم دیگه، نمیشونید شرک هم یه جا کونش سوخته، ما که میدونیم از کجا کون این شرک سوخته. خلاصه که دیگه دم همه تون گرد. آره این که میگه مصطفی میری سوخته، فکر میکنم یه موزیک داده بود شاقیام توش تیکه به اینایت انداخته بود از همون دیگه مصطفی با مصطفی میری هم هم مصطفی میری هم ما شاقیام کلا به مشکل خوردم میگه از همون داستان تیکه‌ای که در واقع شاقیام به اینایت انداخته بود سر ماسک و اینا بود. اگه اشتباه نکنم یه استوری دیگه داریم بچه‌ها ببینیم از مصطفی میری که به افراز این استوریو میزنه. اما تا اینجا یه لایک بزن آجی، من یادم رفت اول ویدیو نگفتم، یه لایک بزن ویدیو رو خدا وکیلی، یه لایک بزن، سابسکرایب هم چک کن ببین کرده باشی چنلو. بریم ببینیم مصطفی میری چه استوری گذاشته هاجی. سکس پرخطر فقط یا کریم، کسکش رو برق فشار قوی واسطه میذاره توش. کسکش چی کار میکنی؟ میذاشو کم کن چون یا کریم. آره این میتونه تیکه به افراز باشه دیگه، کریم و یا کریم، چون از این کارهای یواشکی هم برون مصطفی میری انجام میده. خب به پایان این در واقع اخبار و حواشی ریزی که پیش اومد توی مارکت دری رسیدیم و یه اتفاق دیگه هم افتاد به مشکل خوردن کیوان با یکی از رسانه های رپ دری بود که یه سری اشکالات پیش اومد اونجا، یه سری مشکلات پیش اومده بود که تلگرام آیدی تلگرام رو فکر کنم کیوان رو پخش کرده بودن. داستان رو دقیق من در جریان نیستم و بهش نرسیدم متاسفانه، ولی آره این شکلی شده بود که کیوان هم اومد خودش تلگرامش رو گذاشت گفتش که آقا دیگه شد، شما چرا مثلا این کارو کردی، هدفت مثلا چی بوده از این که مثلا آیدی ما رو پخش کردی اینا. من فکر میکنم اون هیپ هاپی دری کلا رسته، چنل رسته بیشتر، چنل حالا اخبار و رسانه هم هست ولی رست میکنه بیشتر، اون شکلیه، یه جور طنزی داره توی چنلش. مرسی تا اینجا بودید بچه‌ها، لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه. امیدوارم لذت برده باشید از ویدیو، دوستتون دارم خیلی زیاد، فعلا تا بعد.